باور کنید در دوران نوروز هم به سروش بله آقای امیر قاسمی خیلی خوش میگذره، از همیشه همینطور بوده، فقط امروزه که به تو خوش به همه خوش میگذره، خیلی خوش گذشته به اون دیگه، از زمانهای قدیم تا الان نوروز هم چیکار عالی بوده. چیکار میکنید شما؟ اون نه نه من میخوام بفهمم شما قرار نیست با من مصاحبه کنید. من مصاحبه نمیکنم، میخوام بدم چیکار میکنید که بهت خوش میگذره. نه منظورش اینه که چرا خوش میگذره. چرا خوش میگذره به تو؟ اگه دستم خط نزنین الان بهتون میگم. بگو بگو یعنی مواخذه میکنه من آه. نه بگو نه چرا داره هر چیز خوب خود هنوز شروع کردم بگم سوال بله چرا خوش میذاره به خوشگذرانی تموم شد در اینکه 13 پدر اومد مگه خوشگذرانی تمومی داره قدیم میافتم فردا باید بریم مدرسه باور کنید اون همه هوم ورک یا مشقایی که بعد به بچه‌ها میدادم اصلا دیگه نیست الان چیزا برای اینکه الان دیگه نمیتونن با بچه‌ها مقابله کنن. اون موقع من یه بار معلمم رو دیدم توی دوران یا چیز دوران نوروز تو شمال تو موتل قو دیدمش نگاش کردم از دور دیدمش من که درستم شده ولی انقدر تو دلم بهش فوش دادم که نمیدونی به خدا مشخار بودم خوش بیارم میدونی چون این کارو میکنم میگم از معلم ها اصخایی کنین بعد این صحبت رو بکنین چرا اصخایی کنین ننین به بچه ها دستنی به بچه ها معلم ها خیلی حال کنن اون زمان معلم ها موقع خیلی بدجنس بودن خیلی بدجنس بودن نمیدونستن که بدجنسن یعنی اینجوری یاد گرفت آقا حقم داشتم ببینید بچه ها خونه بودن نه اینترنت بود نه تلفن هوشمند بود. نه تلویزیون آنچنان بود نه تلویزیون بود نه همچنین برمون برای دورانه خیلی بهتر بود نه من صحبت 500 هزار تا کانال رو نمی کنم نبود نه یه کانال بود حال میکرد دیگه حالا بوش کنید حالا مثلا حالا شما نگاه کن خانواده مختلف جای مختلف فرق میکرد بعد اگر اینا رو به بچه ها نمیدادن پدر مادر نمیدونستن چی کار بکنن با این بچه ها ببین یه سیستم بیان بسه حالا داشتی سوال کنیم یه کانال یک داشتیم یه کانال دو داشتیم دیگه درسته آموزشی که بی خودی بود یه کانال آمریکایی هم بودش که فوتبال آمریکایی نشون میداد و گیلیگان نشون میداد و آره اینا نشون دی جی بود تو اینجوری حسابش بکن همون توی کوچه بازی کردنه میدرزید به اینکه از 15 تا صفحه بنویس مثلا چرا جریمه بنویس نه آره. جریمه نه همینطوری یه کتابچه برو بخر بنویس من گلهای پاییزم ولی خب یکی از دلایلی که الان شما خطتون قشنگه فکر کنم همون جریمه ها بوده ارسیه نه پدرم بود نه من از خط پدرم رو دوست داشتم سعی میکردم که مثل اون بنویسم بعد اومدم اونو ورداشتم مدرنیزش کردم اون وقت اینا به صفحه میخواستم یعنی به اندازه یه سابجکت نبود یعنی یه سیم میگن چند تا صفحه بعد این استاره که بود خیلی میکشیدیم سردوی در بود شاگر تنبلا مشخص شدن اینجا دکتر خودم شده کاش اینجا بودم میخواستم بپرسم این افسردگی که به همه دست میده بعد از این 13 روز نوروز مخصوصا بچه ها ببینید بچه ها میخوابیدن شب میدونستن که مشقشون انجام ندادن فکر نمیدونم چی فکر میدن چه اتفاقی فردا خواهد افتاد یعنی قشنگ میدونی شما داری میخوابی کارتو انجام ندادی صبحم باید بری مدرسه اینم باز میکنه هیچی توش نیست هر وقت چی کار مسئولی مادرم میگفت اول این کارتو بکن آره. بعد مثلا همیشه همین بود آره اول ما همیشه 13 روز بعد یه پیش مهمونا بشیم 13 روز میرفتیم مثلا شما من علاقه به تلویزیون داشتم خیلی که تلویزیون ببینم گفتن اول این کارتو بکن بعد همه چیز ما هی به تعویق میندازیم ولی الان فرق میکنه اصلا بچه‌هایی که الان دارن شاید این برنامه رو میبینن میگن راجع به چی اینا صحبت میکنن اصلا معلمای ما الان اینطوری نیستن دوران ما دوران ما اینجوری بود دوران ولی یه خوشیایی هم داشت 45 سال پیش در شمال کالیفرنیا خبرش این بود که 2 روز پیش بیرون ما خبر اون موقع بیرون اومده بود ولی اتفاقی که الان افتاد 45 سال پیش 3 تا برادر اینا یه اتوبوس میدوزن عریضه میدونه آها بله 28 تا بچه توی این اتوبوس بودن بله با یه راننده اینا 3 تا برادر اتوبوس میدوزن اینا رو میبرن زیر زمین دفن میکنن نه که بکشنشون قایم میکنن که اینا همه اونجا بودن از پلیس یا از خانواده هر کی میخوان که از 5 میلیون دلار پول میخوان بعد این راننده و بچه ها به یک نوعی از زیر زمین میکنن 16 ساعت بعد فرار میکنن از اونجا بعد اینا هم دستگیر میشن
حالا بالاخره بعد از 4-5 سال به اینا الان eligible for parole که اجازه بدن بیان بیرون، عفوی که باید زیر نظر باشن. و تا فیلم درست شد من میخوام فیلم رو ببینم. 10 سال پیش فیلمی ساختم به اسم Vanished Without the Trace. بله واو. الان خوندم که ببین بعضی چه فکر میکنن، مثلا فکر میکنه با شما هم 5 میلیون دلار خواهی گرفت این بچه رو دزدیده بودی. برای همین میخواستم خانم دکتر اینجا بود میگفتم یعنی چی؟ الان دنیای الان شما مثلا نسبت به 45 سال پیش راحت تر بوده، امروزه خیلی سخته. خیلی این کار سخته، ولی کارهای دیگه الان ببین تو دنیا چقدر زیر و زبر شده. لطفا یاد بده به هموطنان که چه کارهای هنوز از این آدم بیشعورا هنوز هست. مگه جنگایی که نه جنگایی که الان راه افتاده تو دنیا هنچی دست کمی از این کار نداره. دیوونه ها با هم سیاست مدارای دیوونه اینا میان یه فکرایی میکنن، بعد آدمای بیگناه این وسط از بین میرن. اینم یه نوعشه، یعنی انواع مختلف آدم داریم. یعنی یه سری تو گوشه ببین همیشه ریاست رئیس جمهورها، رهبرها میتونن یک کشور رو بله. به بالاترین نقطه یا به پایینترین نقطه برسونن. شما الان من داشتم تو این ایام میخوندم در رابطه با امام علی رحمان که حتما ایشون رو میشناسید، ایشون تاجیکستان. آره 5 دوره است که ریاست جمهوره و اینطوری که خودش اعلام میکنه و عنوان کرده اینه که ایشون مادام العمر ریاست جمهور، رئیس جمهور مادام العمر. کاری که پوتین کرده کشور خوده، اما اونم دیکتاتوریه دیگه. ولی آره ولی اما چیزی که من ازش دیدم و تو همینه، مثلا ایشون 2017 درباره همین نوروز ما که تاجیک ها هم بهش اعتقاد دارن اومد اعلام کرد، گفت ما باید نوروز رو به بهترین شرایطی اجراش کنی، مردم ما باید همه برقصن، باید شاد باشن. 2017 من یادتون باشه خودش شروع کرد به رقصیدن. بله بله. و گفت آقا مردم ما باید تو استادیوم بله. خب تو باید همه شاد باشید، برقصید، شادی کنید. و یه سری گروه هایی که از تاجیکستان گذشته بودن رفته بودن، گروه های رقصنده، برگشتن دوباره و کارشون رو در تاجیکستان ادامه دادن. کار یه حرکت. یک حرکت چقدر تغییر به وجود آورد. اینه که مثلا از یه دیوونه معمولی شما صحبت میکنین که مینیبوسو برده زیر خاک، الان دنیا رو دارن میبرن زیر خاک. خود مینیبوسو نبرده بود، آدماشو برده بود. با آدماش، آره. با رانندش. آره. آره دو سری آدمای دیوونه هم میبخشه. آره. این جمله استفاده میکنن. نه واقعیته. در اتفاقاتی که الان داریم میبینیم در چند روز گذشته میبینیم، نکنه هلیکوپتر دنبال ماست. من نیست حرف دیوونه میزدن یا گفت هلو. اتفاقی که در دنیا افتاد، یکی مسئله مسابقه بین تیم مصر و سنگال بود. بله. در سنگال 100,000 نفر توی استادیوم، کارلوس کیروش مربی تیم مصر، سنگال با بازیکنان بزرگ تیم لیورپول، تیم خیلی عالی که یک موقع با هم بازی کردن در جام ملت‌های افریقا و سنگال برده بود تو ضربات پنالتی، حالا دوباره روی هم قرار گرفتن. یه تیم قراره بره جام جهانی که ایرانی‌ها امیدوار بودن مصر بره به جای سنگال، یعنی که اگه سنگال رفت ما یه شانسمون بود، اگه سنگال نره ما سیدینگمون یه ذره فرق بکنه. در صورت حالا مهم اینجاست که اینا رفتن به ضربات پنالتی، 100,000 نفر اونجا نشستن. من نمیدونم فیفا چیکار می‌خواد بکنه، یعنی که ببین نزدیک 10,000 تا لیزر افتاده روی چشم بازیکنان مصر که میخوان پنالتی بزنن، همشون هم خراب کردن. همشون که دادن بگیرن. از جمله محمد صلاح. همه خراب. وقتی میخواد پنالتی بزنه شما نگاه میکنید. من داشتم بازی رو زنده نگاه میکردم. نمیدونم چند تا لیزر از توی استادیوم مینداختن روی چشم بازیکنان. حالا یه نفر میگه خب اینا چه تماشاگران. خب تماشاگرا که کاری نمیتونن بکنن. فدراسیون رو جریمه میکنن، استادیوم خالی نگه میدارن، جام و ازشون میگیرن، محروم میکنن. مثل اتفاقی که مشهد افتاد. آره. اتفاقا فکر این مسئله افتادم که مشهدم بازی بین لبنان و ایران بود، درسته؟ بله. که حالا این حوادث پیش اومد که خبرها خیلی زیاد بوده این چند روزه، ولی نتیجه‌ای که میگیریم که مثلا یکی از مسئولین گفته بود یکی از دلایلی که دخترها نباید باشن اینه که آقایون فحش میدن. خب آقایون فحش ندن، نمیدن، کار اونا زشته. آقایون فحش نمیدن، آقایون زمانی فحش میدن
که خانوم ها تو استادیوم نیستند. بله. خانم سرود در فریب گذاشتم که خانم های عزیز در استادیوم آزادی حضور داشتن، آقایون فوش دادن. این مسئله مشخصه، آقایون وقتی خودشون با هم دیگه هستن، اگه شیر سموبرم میگفتن فوش نبود، مثلا به ایشون رفت پیدا میکرد که داوری میکنم به کسی رفت نداره. ولی کلا مثلا من متوجه البته نشدم، نه شما نیستی توی این مسائل، چون نه بخاطر که این چیز باز داره مسئله آقایونه. ولی چند تا آقای که با هم دیگه میشینن با هم یه شوخی مختلف بودن، همچنین شما خانم ها این کار رو انجام میدید. من بارها میدونم که خانم ها وقتی با هم دیگه میشنن شوخی هاشون مطمئنن فرمایت های آقا باشه اونجا دقیقا. و بالعکس هم همین حالت رو داره. آره رضا نگاه کن، شما آقایون وقتی دور هم جمع میشن مثلا رامی بازی کنم، خب خانم ها نیستن، خب من نمیده هرچی دوست دارم میگم. شما این رامی رو بذارین که زوج ها با هم دیگه بیان، خیلی عالی، کسی اصلا حرفی به بهونه نمیاد. آقایون میندازه توی استادیوم با هم دیگه، 40 سال عادت میکنن آقایون باید بشینن خونه خانوما به جای اونا برن استادیوم. واقعا حالا فکر میکنی فیفا چه عکس العملی نشون خواهد داد با این کاری که ببین یه زمانی میرسه خانم سروش که برای بعضی از مسئولین براشون فرقی نمیکنه که فیفا چه نظری داشته باشه یا چه نتیجه گیری تعریف کردن. خیلی ضربه بزرگی میزنه مردم. ببین اینطوریه که فیفا میاد جلو. الان مثلا بیا دو تا نشریه در ایتالیا، در ایتالیا سردبیراشون مقاله بزرگی نوشتن که ایران به خاطر همین که بانوان به داخل استادیوم نذاشتن، فیفا دستور داده بود یکی از دلایلی که ایران بتونه زنده نگه داشته بشه در مسابقات، زنها باید بیان در مسابقات بین‌المللی، خانم‌ها در استادیوم. اینا هم که انجام نه، بلیت فروختن، راهشون هم ندادن، پپر اسپری هم خوردن بنده خدا. الان ایتالیایی ها میگن حالا ایران رو باید محروم کنید، رنکینگ بالاترین رنکینگ تیم کرد ما این ما بچه‌ها بده. جریمه شو یه ده بازیکن و بازیگر و باز دوباره یه دور به نتیجه برسیم. الان یادم نمیاد کدوم از بچه‌ها بود که بازیکن‌ها در یک مصاحبه گفته بودش که امیدوار هستم که صحبت کرده برای گفته بودش که امیدوار هستم که خانم‌ها بیان و در مسابقات شرکت کنن. بعد وقتی که سه تا سی ماه اینو پخش کرده بود، اون بخش خانم ها رو ادیت کرده بود و در آورده بود. تو اینستاگرامشون هم هست. آخه ادیت رادیو تلویزیون ملی حالا هر کشوری یه زمانی کارکرد داشت، ولی الان که رسانه های دیگه نشون میدن که خب خیلی بده سانسور کردن و ادیت کردن، دیگه معنی اصلا بیمزه شده دیگه. این کار دیگه حاملا. خیلی بچگانه است این حرکت به نظر من، ولی خب دیگه این اتفاقاتیه که میفته. حالا برگردیم سر آقای مجید عزیز که داشتن میگفتن بهشون خوش گذشته. آره میخواستم ببینم چرا و اهدافتون رو بگین تو این سال میخواین چه کار کنین. اهداف ایشون همیشه مثل صحبت کردیم همه مثل همون کلیشه یه دختر شایسته یه نه جدی چه کار میخوایی بخواییم؟ آره هیچی منظورش بخواییم. یه سری حرفای کلیشه‌ای دارن اسمش رو گذاشتیم این حرفای کلیشه‌ای دختر شایسته. صحبت دنیا گرسنگی از بین بره، آزادی باشه، سلامتی برای همه مردم جهان. تو رو خدا نگرم و میدونه خدا. حالا حسین برای چه اتفاقت بی شما بگی چی بوده برای تو خوش گذشت؟ شما یه اجندایی دارین برای اینکه چیز مهمی نیستش، برای میخواین یک نه من میخوام آیا برای شما واقعیت ازت بپرسم، آیا برای شما این 13 روز عید با 13 روز قبلش یا با 13 روز بعدش فرقی داره یا خیر؟ قبل نه فرقی نداشت. هر ساله به نظر من کریسمس تایم که ما همیشه دور هم همیشه به ما خیلی خوش گذشته با مسافرتی که رفتیم، کاری که انجام دادیم، عید نوروزمون هم همیشه همینطور بوده. من واقعا لذت بردم. ببینید شما الان کلیشه‌ای نیست، من دارم میگم به همم توصیه کردم یه روز در برنامه ای که بلند شید بریم فروشگاه ایرانی و یه قدم بزنیم، لذت میبرید دیدن اون لاله ها، گل سنبل، دیدن سبزه، شلوغی، هیجان، اینها بهتون همه انرژی به خصوصی میده. همون که به فکر اون شبی که هستین دور هم دیگه میخواین سبزی پلو ماهی بخوریم، ببینید خیلی لذت بخشه. ماهی گیر آوردی تو؟ نه ماهی سفید گیر نیاوردم، ولی یه کلک زدم. چی کلک زدی؟ قزلالا بهش گذاشتم. تقریبا نفهمیدم. کی نفهمید؟ کی نمیفهمه ماهی سفید؟ خیلی خوش گذاشتم این سه روز.
شما چقدر آدم مثبتی هستین؟ واقعا هستین؟ سعی میکنم، دارم تلاش میکنم مثبت‌ترم همیشه هستین. همیشه نمیخوام بگم دختر شایسته ای هستین، ولی همیشه همیشه مثبته. چیزتون کاراکترتون دختر شایسته خیلی خوبه. خدا رو شکر. ولی آرزو و اینا یادم. از دختر بانوی شایسته هستن. نه دیگه دختر شایسته هر سن دختر شایسته انتخاب میکنه. حالا یکم نشدیده بگیرین یه چیزایی رو. حالا میگفتم من. میگفتم من. همین که شما به فکر تدارک دعوت کردن دوستان دور هم باشن، خانواده دور هم باشن، بالاخره یک دید بوسی خیلی کوچیکی هم داشته باشید با رفیقا و خوش بگذره، وقت با هم بگذرونید، بعد در طول روز جاهای مختلف برید، معاشرت کردن با فامیل، برنامه تلویزیون رو نگاه کردن. امسال فکر کنم ایشون یه روابط دیگه ایران به وجود نه. بیارن. نه باور کن. چون ببینید یه سری رابطه ها خونیه. خب به دنیا میایم خانه و خانواده و خواهر و برادر. خانواده رفت آمدی داشتی؟ اشخاصی از خانواده؟ نه. همه با دوستان بودش. همش با دوستان. روابط بعدی دوستانه است که خوبه، رفیق، حالا ممکنه خانواده هم رفیق بشه. من... روابط سومی مهمه که آیا امسال شما به فکرش هستین یا نه. بدون. که یک رابطه عاشقانه با یه نفر به وجود بیاره. همیشه عاشق هستین. نه منظورم یه رابطه عاشقانه رشد میده به آدم. چیز حرفشون دارم درست دارم میگن چرا میگن نه دیگه اون قیافه یه مثلا خیلی نه فکرم گذشته دیگه ازم بالاخره من با روانشناس آقای مجید عزیز سر و کار دارم. ببینین روابط مختلفه ولی رابطه عاشقانه خوب باعث رشد انسان میشه. هم برای همین میگه گل عشقم را چیدی دانه به دانه. خیلی خوب، بسیار عالی. در صورت ببینید شما الان میتونه عاشق هر چی باشین. الان یک عده به امید و همین برنامه قرعه کشی جام جهانی و دیدن فوتبال و رفتن به مسافرت برای جام جهانی. چرا قرعه کشی میخوان بکنن آقای مجید؟ قرعه کشی کردن. الان همینجوری من نیست لیستش بخونم. رفتن به جام جهانی این بار یکی از سخت ترین انتخاب هاست برای خیلی از مردم. من دوستای مختلف دارم تو شهرهای مختلف آمریکا که مثلا با من صحبت میکردن که چی کار باید کرد. چون توجه به این داشته باشید هر ترفندی که شما فکرش بکنید مخارجش انقدر بالا رفته که حد نداره. مثلا در خود قطر که اومدن اینا اومدن هتل ها رو یه جوری بلاک کرده دولت. هتل ها رو دولت بلاک کرده. پس برای به هیچ عنوان شما به راحتی نمیتونید بری اتاق بگیرید و هتل بگیرید. حالا هتل هایی داره میاد بیرون قیمت اتاق ها قیمت بسیار سرسام‌آوری دارن برای هتل ها انتخاب میکنن. بسیار سرسام‌آور. خب خیلی از صحبت از این کردن که برن به کشورهای همسایه مثل دبی یا این جاها و بعد از اونجا با پرواز برن. پروازی که 150 دلار بود به 1000 خورده دلار هر پروازی داره. ایران هم میشه مدن اونجا حالا راحت میشه ولی الان قیمت ها انقدر بالا رفته و انقدر قیمت ها رو بالا بردن که باز دوباره یکی دیگه از شرط. یعنی شما حساب کنید که اگر 30 روز پیش میخواستید بیت بگید از دبی به قطر قیمت شاید بود 150 دلار. امروز قیمت روی 1000 دلاره. پس اگر شما سه تا مسابقه ایران هم حتی بخواید برید ببینید و که امیدوار هستیم که بتونه به دوره بعدی راه پیدا کنه، ولی اگر سه تا مسابقه ایران هم بخواید برید، شب هتل احتیاج داره. حالا اون که هیچی، ولی سه تا بازی یعنی شما سه تا بیت رفت و برگشت به اگر بخواید از امارات برید هواپیما، حالا به خاطر بنزین یعنی فقط از اینکه سه نه به خاطر چین به خاطر تقاضاست، عرضه و تقاضا و کارمند آره و خلبان. کل دنیا ببین همینجا من قبلا می اومدم 40 دلار بنزین میزدم، امروز 80 دلار زدم. چه دم میگی؟ یعنی که من همیشه 40 دلار میزنم. آره. برام فرقی نه. نداره. 8 چه چرا؟ چون ایشون براش فرق نمیکنه که چند لیتر میزنه. همیشه 40 دلار میزنه. 40 دلار رو میزنه. من فکر کردم برای سینیور سیتیزن تخفیفه و اینا. چون اصولا موشسه. نه. آخه من همیشه 40 دلار میزنم. اصلا برای ولی واقعیت اینه قیمت ها بسیار بالا رفته برای رفتن به جام جهانی. و از یه طرف دیگه این که آیا جام جهانی که ما در مسکو دیدیم یا در برزیل دیدیم یا در آلمان دیدیم آیا
قطر که یک کشور کاملا مسلمانی هستش میتونه. آیا ها میتونن مثلا میتونن هم چیزی رو تمام کنن، میتونن این انگلیسا و ایرلندیا رو تو خیابونای خودشون بتونن کنترل کنن یا آلمان ها رو؟ من تو روسیه وقتی بودم، وقتی شما شب قبل از بازی یکی از همین تیما بود، شما باید میدونید اینا تو خیابون چی کار میکردن، آبجو به دست و مشروب به دست و یا از بارها ریخته بودن تو خیابون و شروع میکردن به اون هیاهو و کارا در آوردن. فکر کنم قوانین هر مملکتی، چون ما در دبی هم بودیم، مثلا مردم وقتی دبی میان یه جور دیگه رفتار میکنن، تایلند میرن یه جور دیگه رفتار. شور حسینی که من نمیشون. همیشه صحبتشو میکنم، آفرین حسین، شور حسینی که صحبتشو من میکنم به هیچ عنوان در اون فضای دیگه نیستش، نمیشه. چون وقتی شما میری توی مسابقه ای، از مسابقه میای بیرون و تیمت برنده شده، میخوای بری باز، یا شب قبل از بازی اون کری خوندن ها، اون انرژیه، همه اینها میخوای باشون باشی دیگه. حالا در هر صورت باید ببینیم چی میشه. شما امسال نمیرین؟ هنوز نمیدونم، دوست دارم برم، ولی موضوع این هستش که رفتن اینه که به یه صورتی بری که خیال راحت باشه دیگه. باشه، برای که من الان نگاه کردم، با رضا صحبت میکردم هفته پیش، بعد رفتم هتل ها، دیدم همه هنوز بسته است، باز نیست. بعد رفتم بلیط هواپیما نگاه کردم، الان نگاه کردم بود نزدیک $3,800 راوند تریپ از آمریکا. از آمریکا به قطر، به دوحا. یعنی سه برابر شده تقریبا. آره، اون موقع $1,200 مثلا بود. 800 دلار. کمتر 800 دلار هم بود. الان شده 3,800 دلار. یه ذره صبر کنه میشه 4,800 دلار. بعدم دیگه جا نیست. بهترین نوع شال اگه هواپیما بتونه از تلویزیون ببینیم بهتره. یه فامیل داشته باشیم بره خودش. تو دوحا. بله. ولی قیمت بیت ها خیلی قیمت بالایی دارن میذارن. من الان دارم میگم. دوستانی که قطر ما رو دارن نگاه میکنن، اگه میخوان ما رو دعوت کنن خونه، من متوجه شدم چرا اینو دارن. آها، من دارم میگم. اوکی، ما میایم خونتون واقعا. میریم. بعد شبم شام هم درست میکنیم براتون. آها، خلاص دستمختشم خوبه. آره، ماهی سفیدم درست میکنن. ماهی سفیدم. نه ماهی سفید که اونجا گیر نمیاد، حلوا ماهی بعد درست کنه. بهترین ماهی اونجا هست. قزلالا خیلی خوب در میاد. خودم هم فیلی کردم، سخت بود، خیلی مشکل بود. سخت فیلی کردم. نهایت مشکل بود. کم میمونه ازش. آره، ولی نه خوب فلی کردم، با چاقوی خیلی خوبی میخواد. آها، یه چاقوی نازک و دراز، نازک و دراز مال رستوران ژاپنی. آره، آره. سوشی میخواد. آره، آره. که شما بتونید اینو. آره، ولی کم میمونه حسین جون ازش. زیاد باید من ماهی داشته باشی. تعداد زیاد، تعداد زیاد داشته باشین. بعد آره، این مسئله نوروز ما همیشه، حالا ما میخوریم که بعد از نوروز اون به قول امریکایی اون هالیدی بلوز شروع میشه، یعنی اون افسردگی که ما بعد از کریسمس به فکر نوروز نداشتیم. درسته. درسته. من وقتی که میخواد نزدیک میشه اون حالا بد میشه. نوروز و امسال تپش خیلی خوب شروع کرد. اینم از زبان خود مردم من دارم میبینم و کامنت هایی که تو سوشال میدیا نوشته میشه. بالاخره حالا به دنبالش چه اهدافی واقعا برای این سال شما داریم؟ برنامه های زیادی داریم برای سال آینده. برنامه های خیلی زیادی داریم. اول از همه باید یه تشکر بکنم از تیوی باکس که اگر به روی تیوی باکس، خب تیوی باکس یکی از کمپانی هایی هستش که مردم زیادی به خاطر داشتن روکو و به خاطر سیستم سمارتی که داره و این سیستم HD‌ش، ما پربیننده ترین برنامه تیوی باکس انتخاب شدیم و الان هم اگر شما به تیوی باکس رو بزنید میبینید که توی پربیننده ها از تیوی باکس ما اول هستیم الان، چون اینا روزانه چیز میشه. آره درسته، من فکر میکنم خیلی خوشحال کنم اپشو باز که گذاشتم روی تلفن دستی. اگر اپشو هم داشته باشید. بله. چه تفاوتی داره با باکس های دیگه؟ ببینید، یه هست تیوی باکس، یکی از هست های تیوی باکس در اینجا این هست که شما این رو وقتی که روکو رو داشته باشید، اگر تلویزیونتون سمارت باشه که خب سمارت هستشو، باز دوباره شما اینو میتونید بزنید و کانال های مختلفی رو از طریقش ببینید. اگر تلویزیون سمارت هم نباشه، این خود به خود برای شما یه کار سمارت رو انجام میده. متوجه این؟ حالا کاش تلویزیونم ننداخته بودم. مسائل مسئله آره، برای مسئله دیگه که داره تیوی باکس، هستش چی هست؟ در کنار نتفلیکس و در کنار پرایم و در کنار تمام این کانال ها و پرامانت و همه اینها،
خب تی وی باکس هم اونجا هست، شما سریال های مختلف ایرانی میتونید ببینید، میتونید سریال های ترکیه رو همه رو چه قدیمی چه جدید رو ببینید، میتونید سریال های با فیلم های سینمایی رو ببینید و کانال های تلویزیونی رو و من نمیدونم. تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه، روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک دقیقه، دسترسی به ماهواره های ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس. هم‌اکنون در تارگت، بست بای و والمارت. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. هنوز یک کوچولو میام زمان نوروزی خانم سروش، ولی هنوز در ادامه برنامه نوروزی هست، امیدوارم بیشتر هم ادامه بده. برنامه بهاری الان. بهاریه بله. ببینید یه ذره کوچولو دوستان در مورد مسئله کرونا و این حرف هم صحبت کنیم که در چین اتفاق افتاده همه میدونن، ولی در امریکا بالاخره موافقت دومین بوستر شات رو گرفتن و از آنکه من با شما دارم صحبت میکنم شروع شد برای افراد 50 سال به بالا، در حقیقت چهارمی. آره در حقیقت چهارمی بله، ولی بیشتر توصیه میکنن 100% اونهایی که بالای 65 هستن، علیزاده گوش کن، بالای 65 هستن بگو اشکال نداره، عاقلان دانم بگو اصلا من دارم چیز جدی میگم خانم سروش، بگو من میگم گوش کن، دلیل چیز دیگه منظورم چیز دیگه نبود. بالای 65 هستن، بالای 65 هستن احتمالاً دیابتیک دارن، دیابت دارن، ناراحتی بیماری مختلف دارن، حتما حتما به فکر باشن. ولی قبل از هر چیز ما باید بگیم با دکتر خودتون اول صحبت کنیم. صد درصد. خب داشتی در مورد سریال صحبت میکردی؟ آها در مورد سریال صحبت میکردم، یادش بخیر دوستان عزیز، زمان خانم سروش، زمان قرنطینه اصلی بزرگ که روسای در کنار اتفاقات بعد، ولی روزهای خوبی هم بود در این روزا، یه چیزای خوبی یاد گرفتیم، ورزش کردیم، وا رفتیم، بیشتر با هم دیگه وقت گذروندیم که عالی 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 بودش و سریال های مختلف نگاه کردیم، سریال رو نگاه کردیم، دوست داشتیم سریال های نگاه کردیم که زرج کشیدیم. بله همینطوری زرج میکشیدیم و نگاه میکردیم. چرا میکشیدیم؟ چرا میکشیدیم؟ چرا میکشیدیم؟ نه میدونم چرا میبینی چیزی که زنده که نمیتونستیم نبینیم، یه رفته بودیم تا یه حدی، بعد دیگه کاری هم نداشتیم بکنیم دیگه، بعد این سریال دل بود دوستش در بودش صحبت کنیم، هی میدیدیمش. یه سلام هم میکنم اینجا به سعید راد عزیز، سعید راد تشکر میکنم باری کلا، سعید راد با اون سکته قلبی کرد بلند شد، بلند شد، چند نفر کتک زد، ماشاءالله واقعا خدا حفظش کنه انشالله همیشه. سعید راستا کجاست بالاخره؟ آره همون داستانی بودش دیگه. ولی خب ببین من میگم هر وقت تا نصفه راه هم رفتیم تو زندگی کلا، تو سریال هر چیزی، من قطع میکنم، من دیگه نمیدونم. این قانون خود کمپانی ها در آمریکا هم هست، سریالی اگر بعد از چند قسمت جواب نده قطعش میکنن، چون هزینه اش بالاتر از سودی، یا اول وسط سیزن هم قطع میکنن شده داستان، اصلا هزینه بالاتر از سودیه که دادن میده داستان. این اتفاق قبلا هم افتاده و سریال وسط کار قطعش کردن، مثلا 4 تا اپیزود رفته، 5 تا اپیزود رفته و قطعش کردن. خب پایلوت بوده نه؟ نه 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 سریال بوده شد فقط، خوب یادم ازش که یک سریال بود اگر اشتباه نکنم، شهرام داشتو عزیزم توش بازی میکرد، اون پلیسیه رو میگین، یه سریال پلیسی بودش بله. که شهرام بازی میکرد توش و 4 یا 5 تا اپیزود رفت قدش کرد. دوست خیلی خوب مارشان منشم توی سریال بازی میکرد که 5-6 تا
اپیزود بیشتر طول نکشید. نقش ایرانی رو بازی نمی‌کرد، نقش فکر کنم هندی یا پاکستانی رو بازی می‌کرد. اونم قطع شد. قطع شد. به هر حال قطع میشه. من میگم خود آدم سریال جواب نده. استودیو تصمیم میگیره و قطع میکنه. خاتون جواب میده، داره میده. خاتون خوبه، خاتون سریال خوبی هستش. تنها ایرادی که داره به نظر من اینه که یه مقداری یه خود کشوش باز دوباره که و این جزوی از فرهنگ مال ما هست دیگه. ببینین چی میگه. شاید برمیگرده آقای مجید عزیز، شاید برمیگرده به بودجه. توانایی‌های سینمایی. نه من فکر نمی‌کنم به بودجه. بودجه نقش مؤثری داره تو هر کاری، اما به این اثری که شما تو یه قسمت بخواید مثلا عنوان بکنید که حالا تو یه قسمت کلا نمیدونم شما می‌بینید یا نه. می‌بینم. حالا یه قسمت عنوان کنید که بگیم به پدر بچه نگیریم بچه مال اونه. بعد یه قسمت دیگه کلا بس کنیم که نه حالا بیا به پدر بچه بگیم که این پدر بچه خب اینجا رو من قبول اینا میکنم. این همون آب است که می‌ریزی توی قصه. بعدم تاریخیه، بعد احساساتم بهش اضافه شده. عشقی هم و عشقی هم هست. این چی مثل تایتانیک مثلا. مثلا گفتارها یا قیافه‌ها اتفاقا با هوتن عزیز صحبت می‌کردیم سر سریال آقای فتحی جیران. من نتونستم تحمل کنم یک و دو شو اصلا. هیچ نوع رابطه‌ای با فضایی که ما نسبت به اون دوره با آشنایی که داریم نیستش. نه قیافه خانم‌ها اون قیافه است، نه صحبت کردن ها و حرف ها اون نیستش. هر زمان توجه کردم صحبت ها یه عده خیلی رسمی اون زمانیه، یه عده صحبت ها مثل ما رو الان کوچه بازاریه. اصلا به هم نمیخوره. من ندیدم جیران. من یه دو قسمت دیدم ولی فکر نکنم بتونم بدارم. شهرزاد کامل دیدم. خاتون رو دیدم. بعد بستگی داره دیگه. مثلا بعضی صحنه ها رو من نمیدونم چجوری کارگران چگونه قبول میکنه اینطوری بره جلو. من به دنیا آمدن اون نوزاد در اون موقعیت، خب پس یه کار دیگه باید میکردن تا اینکه اونجا بچه به دنیا بیاد وسط جنگل و بعد دستش بگیره و تصویر خوبی بود. اونی که شما دارین میگید اون تا اون حدی که کارگردان میتونه دستش باز باشه و یه تصویر خوبی بودش که پایین تصویر این بود و اون مردم بالا وایسیده و داره فریاد میزنه. اون تصویر قشنگی بود. اون یکی از چیزایی بودش که من خوشم اومد از کار خانم پاکروان. در هر صورت ما داریم نگاه میکنیم، دنبال میکنیم سریال مثل اون موقع این تنها سریالی که من دارم نگاه میکنم و جیران متاسفانه به دلایل مختلف، به دلایل فنی و صدا و لباس ها و بعضی چهره ها انقدر برامون آشنا هستن که نمیدونم جایی مثلا ناصر دیشا بازی کنه مثلا. میدونی چی میگم؟ یه جور عجیب غریبه بود برای من. این حسشو بهتون نمیده. نه اصلا متاسفانه، ولی احتمالا خیلی دوست دارن ادامه میدن. آقای فتحی که خب با واقعا یکی از بهترین سریالایی که من دیدم همون شهرزاد بود. بله، که واقعا بله. دنبال کردم عالی بود. عالی بعد همه چیز دست به گردن هم باشه دیگه. در مورد ببخشین ویزا میگفتین که افرادی هستن 100% خیلی از هنرمندای ما از طریق ویزا فور یو اس ای اقدام کردن برای اومدن به آمریکا. خیلی از آدمایی رو من میشستم که باز دوباره از طریق ویزا فور یو اس ای تونستن ویزا بگیرن بیان آمریکا، گرین کارت بگیرن بیان آمریکا. برادر خود من از همین طریق. حالا هر کدوم از کسانی که شما میشناسید یا خیلی اشخاص هستن که تونستن بیان از طریق ویزا فور یو اس ای به آمریکا و این جای خوشحالیه. چه یه کمپانی وجود داره که شما با اونها از طریق اونها میتونید بیاید به آمریکا. امروز دنیای اومدن به آمریکا خیلی راحت تر از دوران دو سال پیش یا سه سال پیشه. خب با بودن آقای بایدن و با شرایطی که امروز ایمیگریشن آمریکا و هوملند سکیوریتی آمریکا در اختیار داره. آقای بایدن گفتین؟ بله. زود باشین، دو سال دیگه بیشتر بمونه. آره بیشتر وقت. آفرین، حرف خیلی درستیه. آفرین، حرف بسیار درستیه. زود باشید به خاطر اینکه هر قانونی هر قانونی رو بهش نگاه بکنید، حسین، هر قانونی بهش نگاه کنید، دو آمریکا هر کاری رو میتونه تا دو سال آینده یک مقدار زیادشون تصمیماش رو بگیره. و آقای بایدن الان از نظر ریتینگ پایین ترین واقعا اعلام شده داره. خیلی متاسفم، یعنی 100% مطمئنین که دور بعد امکان داره نشه، امکان داره نباشه. برای همین
ویزا فور یو اس ای امروز روزی هستش که شما میتونید باهاشون تماس بگیرید برای گرفتن ویزا و اومدن به آمریکا، برای اینکه بخواید در آمریکا اقامت داشته باشید، چه برای تحصیلی بخواید بیاد، چه برای سرمایه گذاری بخواید بیاد، چه بخواید برای اینکه بیاید و عزیزانتون رو ببینید و برگردید به عنوان ویزیتور ویزا، که همه اینا هستش. و اگه باشون تماس بگیرید راه‌های مختلفی وجود داره که یه وقت مثلا برای ویزیتور تشریف میارید و بعد تصمیم میگیرید که نه میخوام بیشتر بمونم، یا نه من میخوام ویزامو یا میخوام تغییر بدم به یه ویزای دیگه. نه همه اکثرا میمونن، خیلی ها میمونن. آره خیلی ها. هیچ ایرادی نداره به نظر من، اگر این انتخابو دارید هیچ هم ایرادی نداره. شما باید بیاید محک بزنید. همیشه من با اتفاق با حسین مجیدم که با شما صحبت کردیم اینو گفتیم، آمریکا کشوری است که برای شما موقعیت ها رو به وجود میاره، اما شما باید بیاید ببینید که آیا این لباس برای شما دوخته شده یا نه. به خاطر همین با تماس بگید باشون، اطلاعاتتون در اختیارشون قرار بدید، بذارید بهتون کمک کنن و امیدوار هستم که با هر صورت اگر براتون خوب باشه بخواید بیاید اینجا و اقامت اینجا داشته باشید، نه بیاید ویزیت کنید اینجا رو، گردشی برید و یک لذتی ببرید و برگردید به کشور. خب. کشور عزیز ما که کشور عزیز ما هیچ موقع از تاربود ما خارج نمیشه، همیشه ما کشور عزیز ما. اما من یه پیشنهاد بگم، تو رو خدا اگه اومدین 20 سال هم اینجا موندین هنوز نگین ایران خیلی اینجا بهتره، 100% بهتره، ولی تصمیم گرفتین اینجا بمونین. ولی نه من خیلی اینجا رو، من اینجا رو خیلی دوست دارم. خب ما هم خیلی دوست داریم. من اینجا رو خیلی دوست دارم و خب بیشتر عمرم رو در آمریکا سپری کردم. من سن خیلی کمی از ایران اومدم بیرون و تجربه‌ای که در آمریکا داشتم تجربه خیلی خوبی بودش. موقعیتی که در آمریکا داشتم موقعیت های خیلی خوبی نصیب من شده و چیزی که من همه به همه میگم، میگم چقدر خوبه شما اگر موقعیت این داری که در کشور خودمون باشید یا بتونید بیده بیاید، چقدر عالیه، چقدر خوبه که کشور ما هم که دول سیتیزنشیپ رو قبول میکنه، برای همه چقدر خوبه که اینجا هم قبول میکنه، چقدر خوبه که هر دو تا پاسپورت رو داشته باشید. آقای امیر قاسم، فرهنگ این که راجبه شما صحبت کردین، فرهنگی که تو خون هممون هست. بله. درسته شما بیشتر عمرتون اینجا بودین ولی بیشتر با ایرانی ها سپری کردین، بیشتر فرهنگ و نگه ما ایرانی زندگی کردیم، ایرانی زندگی کردیم، ما آمریکایی هستیم که ایرانی زندگی کردیم. اینجا کشور دوم ماست، واقعا ما بهش هم افتخار میکنیم. اینجا جایی بوده که به ما اون موقعیت داده، آزادی رو داده، کسی با همون کار نداشته، زندگی سالمی داشتیم، اینجا میتونید زندگی خیلی خوبی داشته باشید، کار کنین، درآمد داشته باشین، به اون چیزی که می‌خواید برسین. برای همون که عریضه گفت، بعد ببینید لباس برای شما هست درست. یا نه. تماس بگیرید. یکی از موقعیت‌های دیگه که اضافه بکنم به صحبت‌های شما، عزیزانی اگه هستن که بیماری در خونه دارن در ایران و موقعیتشو دارن که برای معالجه بخوان بیارنشون به آمریکا و انشالله به اصطلاح کارهاشون رو انجام بدن برای بهبودی، هم با سرعت این کار انجام میشه اگر بیماری داشته. بله. ولی یادتون باشه از نظر مالیش باید تأمین باشین که بله. این کارو ایمرجنسی بهشون خیلی با سرعت عزیزانی شاید اینجا دارن، خانواده اینجا هستن و اونا بیمارن در ایران، ایمرجنسی بلا فاصله یک ماهه، من برای برادرم که گرفتیم یک ماه شد، یک ماه خونه، این تجربه‌ای که من دارم بسه. میتونن کمکشون بکنن که بیان اینجا درمان پیدا بکنن و بعد برگردن. این هم هستش برای عزیزانی که بخواهم. یک گیاه برای اینکه رشد کنه نیاز به شرایط مناسب داره، آب، خاک، نور، خورشید، رسیدگی. حتما اگه یه گیاهو بکارید بعد سیل بیاد، زلزله بشه، خشکسالی بشه و یا هیچ نوری بهش نتابه، اون گیاه یا خشک میشه یا اصلا رشد نمیکنه. انسان ها هم مثل گیاه ها هستن، برای رشد کردن نیاز به شرایط مناسب فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داره. کشور آمریکا به عنوان اولین کشور جهان از نظر اقتصادی، اجتماعی و آزادی های فردی و کاری شاید بتونه خونه بعدی شما باشه. به جای اینکه وقت و سرمایه‌مون رو یا در شرایط بد از دست بدیم و یا در کشورهای یه ذره بهتر به هدر بدیم، بهتره یه قدم بزرگ برداریم و سرنوشت خودمون و خانوادهمون رو برای همیشه تغییر بدیم.
شاید دفعه دیگه این اسم فرزند شما باشه که در اخبار به عنوان یه ایرانی موفق گفته میشه. فقط کافی همین امروز با شرکت مهاجرتی ویزا فور یو اس ای تماس بگیرید و اولین قدم برای مهاجرت قانونی به آمریکا رو بردارید. visaforusa.com. یه فیلم من دیدم چند روز پیش، فیلم به سریال رو بیشتر عادت دارم من، حداقل من نگاه کنم تا فیلم های سینمایی ایرانی رو. سریال های مقدار بهتر از فیلم ها در میاد، ولی یه فیلم دیدم یه نفر بهم توصیه کرد و اون گفت فیلم دیدن این فیلم جرم است. آها 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 بله بله، اصلا یه سر فرق داشت کلا، اکشنش، موزیکش، حرکتش، دوربین و فیلم برداری و داستان خیلی خوبی بود. دوست داشتیم اون فیلمو؟ بود بعد نبود. آره بعد نبود، سرگرم کننده بود. من دو تا از فیلم ها، یکی از دوستان من آقای حمید یه فیلم دینامیت رو به من معرفی کرد که اتفاقا در تپشم زمانی که بخواست بیاد روی پرده. دینامیت. آره فیلم خنده‌دار و کمدی بودش و بچه‌ها که بازی می‌کردن توش خیلی من لذت بردم. آره نگاه کن، خوشت میاد، خوشت میاد. کی بازی میکنه؟ پژمان جمشیدی، محسن کیایی. من خوشم اومد از سریال پرم. چیز اصلا در مورد داستان جالب، داستانش جالب این بودش که دو تا آقایی که در واقع مذهبی هستن و اینها یه سایتی هم دارن و مسائل، میرن بالای شهر تهران که یک آپارتمان رو اجاره کنن و این آپارتمان رو ساب ملک بهشون به قیمت خیلی کم میده، چون میخواد یه جورایی این آدمایی که تو اون آپارتمان هستن رو اینا مواظبت کنن و ببینن که حواسشون جمع باشه. جالبه، با نمک خنده داره. یه فیلم هم الان روی پرده سینماهای ایران اومده. آره فیلم پرده سینماهای ایران اومده که اسمش قدغن هست. قدغن. دوستانی که دوست دارن برن سینما و فیلمی رو نگاه کنن، این فیلم قدغن رو برید روی امروز در روی پرده سینما نمایش داده میشه. برید فیلم قدغن رو ببینید که اونم فیلم قشنگیه، دیدنیه. آره فیلم قشنگ و دیدنیه. من بخش های مختلفش رو دیدم. من شنیدم مارمولک هم بعد از سالها اومد تو تلویزیون نشونش دادن. بله. جالب بود. حالا عزیز من و شما میخوای یه قسمت قدغن رو با هم نگاه کنیم؟ اول حیاتی دوباره به کالبد بیجان خاطره ها تا فراسوی رازها و رمزها. چرا حرف نمیزنی؟ از دل روایتی برخواسته از نابترین عاشقانه ها، تصاویر جسورانه و بی‌پروا بر پرده سینما نقش می‌بندند. همون بلایی رو سرت بیارم که سرم آوردی. یه موقعی میاد تو تلاش. این اصلا هیچ ربطی به دیروزمون نداره. به فردامون چه؟ چه رازی است نهفته در بطن پر تلاطم رابطه ها؟ چه رمزیست در پسا پرده شوم همدلی ها؟ همه چی دود شد رفبا. التماس میکنم. عاشقش که نبودی، چه غمی ارزه؟ میخوام همه چی رو به زنت بگم. میشه گورتو گم کن، میشه گوره بیرون. باید بریم بله برون. نبوره تو گارت بگیر. نمیگیرم. بگیر. آبادی که سبت کاری های حیبونو بچه من بد پس بده. بچهت پس نمیده، خودت پس میدی. داره بکن. به تنافی وسوسه های نامشروع من خواستم از رولوف دونی بکشمت بیرون. با ترنم دلباختگی های پنهان و حامله آزرم با هم سوری ازدواج کنه. تا بیاید، تا به رخساره ها برنشیند، تا قبار غم از دل ها بزداید. قدغن کیست زیر همه قول و قرارا؟ دختری یعیاس. دیشب تو عروسی هی اومدم سرورت نگامم نکرد. دیروز گفتی فروشنده، امروز شنیدم میخوای زن بگیری. موافقی یه ماه عسل سوری هم با هم بریم؟ در دامگه عاشقانه ترین احساس ها، دلدادگی ها، بی صدا و عریان به مقابله با نطفه کور رابطه ها برمیخیزند. یادم نیست آخرین بار که این نشنیدم. قدغن گفت هیچ وقت عشق و گدایی نکن، چون آدم ها چیزای با ارزششون دست گدا جماعت نمیدن. ساغرم شکسته ای ساقی،
رفته امز دست ایساقی. قدغن با هنرمندی سام درخشانی در نقشی متفاوت، ساناز سعیدی، کریم امینی، علیرضا استادی، بنوس کانلی، محمود جعفری و حضور هنرمندانه افسانه چهره‌آزا همراه با رضا بیات در اولین نقش سینمایش. تهیه کننده حسین فرح‌بخش، کارگردان مجید مافی. قدغن. نمیدونم که ما با هم دیگه در مورد جوایز اسکار صحبت نکردیم. بله. خود تنهایی حتما صحبت کردیم. نه هنوز. نه بخواستم ببینم چی فکر کردین این جوایزی که بردن. حالا در کنار اون اتفاقی افتاد اون نمیخوام صحبت کنم. خیلی صحبت همه کردم. چیش خوب بود غیر از به نظر من کارگردان. جین کمپیون رو من میشناسمش، کاراش هم آشنایی باش دارم. فیلم پاور آف داگ، خب هر که دیده نفهمیده این فیلم چیه. یه چیزی براتون بگم که اینم آشنا بشید، یک هستی اسکار پیدا کرده، یک دیس ادوانتیجی به وجود اومده. اون چی هست؟ ببینید در گذشته شما یه فیلمی که در اسکار می‌خواست داده بشه باید تو سینما نشون داده بشه 6000 نفر. اون که هست هنوز هم وجود داره. اولین فیلمی که استریمینگ بود برنده شد. نه نه ولی تو سینما مجبورن نشونش بدن. حالا اینو مثلا حتی دو یک روز حتی دو روز هم اوکیه. اما اینو مثلا بگم ببین با هم که اینجاشو نگاه کنیم با شما در گذشته 6000 خورده ممبر بودن که این 6000 تا رو براشون فیلم رو میفرستادن، اینا تو پست میگرفتن 50 تا فیلم، 30 تا فیلم، 20 تا فیلم میگرفتی، بعد کم کم میشد، میشد 5 تا فیلم، بعدا شد 10 تا فیلم که اینا رو شما ببینید رای بدید. برای رای بدید. حالا نه بعد اینا این فقط برای فیلم بهترین فیلم بود، 10 تا فیلم دیگه بود برای ویژوال افکس، 4 تا فیلم دیگه بود اینا که همه ببینید هر کسی در صنعت خودش رای برای اون کار میده، ولی برای بهترین فیلم و بهترین کارگردان کل هم رای میدن. تمام رای دهندگان. آره، یعنی همه رای میدن. حالا الان یه موقعیتی به وجود اومده حسین. موقعیت چیه؟ اکسس داشتن به این داستان. یعنی شما الان رسرسی راحت تری داری زمانی که فیلم کدا روی اپل میاد، دسترسی راحتی داری زمانی که پاور آف ده داگ روی نتفلیکس میاد. برای همین خیلی ها امکان داره وست ساید استوری رو ندیده باشن، متوجهی داستان وست ساید رو، ولی کدا رو دیدن، ولی این رو دیدن. فیلم ها رو الان دارن یه کاری میکنن که زودتر بفرستنش تو خونه مردم. برای همین فیلم هایی که زودتر میاد تو خونه مردم راحت تر دیده میشه، بهترم رای میگیره. استوری که خیلی وقت تو خونه های مردم بود. نه نه برای هر کسی. چرا؟ چون شما پرایم که همیشه بود. آفر باید پرایم داشته باشی. عکس خیلی ها هستن که پرایم ندارن، ولی خیلی ها هست خیلی به راحتی شما یک اپل فون داشته باشی یا آیفون داشته باشی میتونید اپل تیوی رو نگاه کنید، میتونید داشته باشیش اپل تیوی رو. چرا من نمیتونم روی آیفونم نگاه کنم؟ متاسفم. شما اگر داشته باشید مجانا اپل بهتون داده. نه منم آیفون دارم ولی نمیخوام. بلد نیستید. بلد نیستید. بلد نیستید. میگه بلد نیستید. بلدیم. بلد نیستید. بلد نیستید ولی خب اینا نمیتونن. حالا بلد نیستیم کلمه بدی نیست. نه شما نه نه خلاصش بشه نگی. نتفلیکس یه شوخیه که مردم میگن که مگه میشه نتفلیکس نداشته باشی؟ این چیزاست که مردم صحبت میکنن. برای همین امروز دسترسی پیدا کردن یکی دیگر از مسائل شده که در این نوع انتخابا بود. به نظر من انتخاب کدا تو میونه این فیلم هایی که بودن انتخاب خوبی بود. به نظر من بازیگر زن انتخاب خوبی بود. دیدن مردم آقای امیرقاسمی، دیدن مردم چه اثری توی رای داره؟ دیدن این که یک فیلم شما یا تو باشه، اگر شما تو خیابون میدونید تو خیابان سانسد اگه برونید نوشته کانسیدر کنید، در نظر داشته باشید این فیلم رو برای بهترین فیلم، اینا دارن شما رو تبلیغ کنن. شما اگر مجله ورایتی رو بخرید صفحه صفحه آگهی هاش رو میبینید که میگه به شما بیاید رای بدید. یادتون باشه هر چیزی که هیاهوش رو بیشتر میکنن این مسئله کمک میکنه برای رای دادن اسکار به اون 6000 به اون 7000 نفر و اقوامشون و اطرافیانشون و کسانی که تو به شما ببینید چرا به شما اگر شما
جزو هیئت منصفه باشید در آمریکا و یک پرونده رو دارید، میگن قاضی از شما میخواد که شما تلویزیون هیچی نگاه نکنید، چرا تو مغزتون تاثیر نذاره براتون. شما وقتی یه فیلم رو دخترتون میاد میبینه و میگه من این فیلم دیدم چقدر فیلم قشنگی بود، خود به خود رو شما تاثیر میذاره، خود به خود برای شما اهمیت داره. پس این کار منصفانه نیست، هیچ چیزی منصفانه نیست، به خصوص اسکار. اسکار توجه بهش داشته باشید، اسکار یک کار سیاسیه، سیاسی شد و یک حرکت سیاسیه که شما امسال دیدید اینا خیلی باش با زرنگی خاص اومدن و عنوان کردن در رابطه با اوکراین، خیلی زرنگی و اونجوری که باید نیومدن پوشش بدن. مسئله شامپین چی بود؟ و مسئله شامپین این بودش که گفته بود اگر اینها نیان و وقت ندن به زلنسکی، من دو تا اسکار خودم رو ذوب میکنم. ذوب در موردش صحبت نکنین. آره خب اینا اومدن صحبت کردن و این نه به اون صورتی که باید صحبت میکردن. یعنی حتی خانم میلا کونیس که با همسرشون 30 میلیون دلار پول جمع آوری کردن و خودش ایشون در واقع اوکراین زاده محسوب میشه، ایشون خیلی کوتاه و خیلی در حاشیه به این مسئله رو بود. سیاست برای من تعجب کردم، استیون سپیلبرگ نشسته بود اونجا با وست سایت استوری و نه حق اون بود، حق اون واقعا 100 درصد حقش بود. برای شما اگه پاور اف داگ نگاه کردم، من که 5 دفعه نیم ساعت 10 دقیقه نگاه کردم بازم نتونستم تحمل بیارم. خب شما وسطش خود سناریو رو با خوابایی که می‌کنی و چرتایی که می‌زنی چیزی نیست. نه خانم سوش باور نکنید، ولی آره پاور اف داگ اصلا چیز، ولی یادمون باشه امروز دنیا دنیای ورست که همگانیه. نگاه کرده باشید دیدید که شانس بیشتری برای سیاه‌پوستان بود امسال در اسکار، شانس بیشتری برای همجنسگرایان هست در اسکار، شانس بیشتری برای ملیت‌ها هست. حالا یکی از طلبه میگه بابا بریم ما داد و بیداد کنیم، ما همه به همه پرداختی غیر از ما ایرانی‌ها، حالا ما سر صدامون در بیاد. ولی اسکار کلا اسکار عوض شده و با نبودن گلدن گلوب و اینکه یه جورای گلدن گلوب و اینا اوتش کردن چون ممبر سیاه‌پوست نداشتش، اینها الان اسکار داره یک کتاب. شنیدم که هست بر اسکار آینده یه بوکسر قدیمی مایک تایسون. بله. نه جدی؟ تنها کسی که نمیتونه کتکش بزننه. مرسی. خیلی خوش گذشت. اونم منشش اگه خوب باشه مثل مگه ایشون نمیتونست بزنه؟ میتونست ولی نزد. این قسمت که با هم بودیم بسیار خوش گذشت. مرسی. بریم ادامه برنامه رو ببینیم با شما. مرسی.